تو یکی از شبای نوامبر سال 2010 پلیس شهر مارکهام اونتاریو یه تماس اضطراری دریافت کرد. صدای مضطرب پشت خط متعلق به دختر جوونی به نام جنیفر پان بود. جنی تو همین شهر توی خانواده متوسط به دنیا اومد. والدینش بیک و هان مهاجرای ویتنامی بودن که انتظارات و تاکید بیش از حدی رو تحصیل و موفقیت بچه‌هاشون داشتن. تو این خانواده هر موفقیتی چه تحصیلی و ورزشی یه جورایی انجام وظیفه بود و بعضی وقتا به قیمت آسایش بچه‌ها تموم می‌شد. جنیفر تو این وضعیت همه توانش رو روی ورزش گذاشت و البته به شدت هم تو این زمینه مستعد بود. اما درست وقتی تو چند قدمی مسابقات المپیک بود، زانوش آسیب دید و دکترها بهش گفتن دیگه نمیتونه تو مسابقات شرکت کنه. رشته دراز رویاهای جنیفر با این اتفاق تو 14 سالگی بریده شد. اون به خاطر آسیب دیدگی مجبور شد تمرکزش رو از ورزش به سمت تحصیل تغییر بده. اما برای برآورده کردن توقعات والدینش تو درس به اندازه ورزش مستعد نبود و به سختی میتونست نمره قبولی بگیره. بنابراین برای اینکه خانواده‌اشو ناامید نکنه، شروع کرد به جعل کردن نمره‌ها و کارنامه‌های پایان سال و در نهایت دیپلم. اون حتی نامه پذیرش دانشگاه تو رشته داروسازی رو هم برای خودش جعل کرد. تو دنیای فانتزی پدر و مادرش جنیفر تو مسیر دریافت جایزه نوبل بود. اما در واقع اون سالها قبل ترک تحصیل کرده بود و با دوست پسرش که درگیر فروش مواد مخدر بود زندگی مخفیانه ای داشت. همه چیز طبق روال عادی ادامه داشت تا تماس جنیفر با پلیس. بیک پان با دو تا گلوله به گردن و سرش بلافاصله کشته شد. پدر خانواده هم دو تا گلوله خورد، یه دونه به کتف و یه دونه هم به صورت. اما جون سالم به در برد و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد. جنیفر 3 ساعت کنار تخت پدرش بود و بعد به ایستگاه پلیس مارکهام فرستاده شد تا به عنوان شاهد به چند تا سوال در مورد جزئیات حادثه جواب بده. What I've just explained to you is you're here voluntarily to help us. That you don't have to talk to us if you don't want to, but the importance of talking to us, and if you're talking to us, the importance of telling the truth. And if you don't tell the truth, there's criminal consequences for not telling the truth. That's all that stuff had to deal with. Okay? بازپرس بعد از این بلافاصله اتاق رو ترک میکنه تا کمیسر مسئول سوگندنامه شاهد قبل از شروع جلسه کارش رو انجام بده. اما چند دقیقه بعد با یه جعبه دستمال کاغذی برمیگرده. این واکنش در واقع به طور طبیعی تو همه موجودات زنده یه ریاکشن دفاعی ناخودآگاهه. تجربه یه حادثه ناگوار میتونه این واکنش رو غلیظ‌تر هم بکنه. اما به این ریاکشن اغراق‌آمیز به صدای باز شدن در یه بار دیگه نگاه کنیم. Do you, Jennifer Pan, swear that the evidence you shall give on this investigation shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? I do. بازپرس برای جمع‌آوری اطلاعات و ساختن یک خط داستانی منسجم از حادثه‌ای که اتفاق افتاده برمیگرده به اتاق بازجویی و از جنیفر میخواد کل ماجرا رو براش تعریف کنه. Yesterday, probably around 9 o'clock in the morning, 9:30, my mother... She woke me up and she told me that she was going to visit my grandfather. اون میگه در طول روز تمرین پیانو کرده و یکم کتاب تاریخچه پیانو رو مطالعه کرده. بعد با دوستاش تلفنی حرف زد و با خانواده‌اش شام خورده. مادرش ساعت 8 شب از خونه زده بیرون و 9:30 برگشته. درست همون موقعی که جنیفر تو اتاقش تنها داشته تلویزیون تماشا می‌کرد و آماده می‌شده بره تو رخت خواب. تو همین لحظه صدای فریاد مادرش رو میشنوه. That's when I lowered the volume on my TV and I could hear the voices weren't any voices I was very familiar with. And so I was scared and I couldn't move. I just sat in my room for a while.
And then I thought I heard them all leave the top floor, and I peered out of my bedroom door. And a guy was there, and he came at me and had string in his hands and tied my arms back and said, "I have a gun behind your back. Do what I say. If you do what I say, then no one will get hurt. Where is the money? Show me where your money is." My mom kept trying to get up, and they kept telling her, "Sit down." And so I didn't want her to get hurt. I told her, "Mom, sit down." They kept pushing her down onto the chair. Okay. Take your time. Take your time. All this is very important, so take your time. با توجه به اینکه جنی حادثه تلخی رو چند ساعت پیش تجربه کرده و شاهد مرگ مادرش بوده، میشه گفت این حالش کاملا منطقی و قابل درکه. تو این لحظه کاراگاه اونو کماکان یه قربانی میدونه، اما بعد کم کم به رفتارهای عجیبش مشکوک میشه. They kept all the lights off on the main floor. The only time there was light was when they opened the fridge door to see if they could find where my mom's purse was. برگرد به لحظه ای تو زندگیت که یه غم بزرگی راه نفس کشیدن تو بسته بود. تو همون موقعیت یه نفر ازت میپرسه از چی ناراحتی. احتمالاً تو این وضعیت خیلی آروم و شمرده و دقیق اتفاقاتو تعریف نمی‌کنی، بلکه کلمه‌ها و جمله‌ها بی‌نظم به بیرون پرتاب میشن. تمرکز اصلی مغزت کاملا روی پردازش فکرایی که به ذهنت هجوم آوردن و تلاشت اینه که یه جوری اونا رو به کلمه تبدیل کنی. آشفتگی عاطفی که به خاطر این اندوه شدید کل وجودت رو فرا گرفته، انتقال فکر به گفتگو رو مختل میکنه. جنیفر اما به نظر میرسه مشکلی با این قضیه نداره و خیلی راحت کلماتش رو پیدا میکنه. They took me up the stairs to show them where my father's wallet was, but I didn't know. They had turned the room upside down. I didn't know where his pants were at that time. جنی میگه دزدا 1700 دلار از اتاق خواب برداشتن و بعد اونو با طناب بستن به نرده طبقه بالا. بعدش رفتن پایین و با شلیک دو تا گلوله مادرشو به قتل رسوندن. Said we have to go now. It's been too long. And then they ran out the door. And I think once they were out the door, I heard my dad go up the stairs, and at that point. جنیفر مشخصاً داستانش رو از قبل آماده کرده، اما تو لحظه بعدی به نظر میرسه که یهو متوجه میشه چقدر عجیبه که تونسته با پلیس تماس بگیره در حالی که دستاش از پشت بسته بوده. تو این لحظه لکنت میگیره و با تردید حرف میزنه. حتی برای گرفتن تایید دو بار به کاراگاه نگاه میکنه. I had my phone in my on me behind me that I had hidden there that they didn't know about. So I had my phone in my behind me that I had hidden there that they didn't know about. So when I thought that they had heard them all leave and my dad ran up the stairs, I whipped up the phone and I called 911. بازپرس حالا تا حدی همه ماجرا رو فهمیده، اما چون به جنیفر مشکوک شده دنبال جزئیات بیشتری میگرده. اون ازش میخواد مشخصات ظاهری کسایی که به خونشون حمله کردن رو توصیف کنه. بعد از جوابای جنیفر کارگاه اتاقو ترک میکنه تا ببینه اطلاعات بیشتری لازم داره یا نه. جنی برای مدتی تو اتاق تنها میشه. بعد از 15 دقیقه دوباره همون ریاکشن اغراق‌آمیز شوکه شدنشو میبینیم، این دفعه البته یکم خفیف‌تر از قبلی. اگه بازپرسا مطمئن شده بودن که جنیفر کاملا بیگناهه، این اولین و آخرین باری بود که ازش بازجویی میکردن. اما اون حالا در کنار اینکه قربانی و شاهد جرمه، به طور غیر رسمی تبدیل به یکی از مظنونین پرونده هم شده. به این ترتیب دو روز بعد ساعت 9 صبح دوباره ازش دعوت شد تا جزئیات بیشتری از حادثه رو شرح بده. این بار بازجویی برای به دست آوردن اطلاعاتیه که میتونه بر علیه جنیفر استفاده بشه. روشی که بازپرسا تو دستور کار قرار دادن گیر انداختن مظنون تو بازگویی دروغای قبلیشه. البته خبری از درگیری مستقیم نیست، اما یکم تحت فشار قرار میگیره تا حفره‌های داستانی که قبلا تعریف کرده بیشتر مشخص بشه. I can't remember hearing him. Okay. So we're just correcting what you said earlier, because you said earlier that it was number two who was asking where the purse is, what are the purses, and now you've said now it's number one guy who would initially... I'm sorry, it's just... No. It's all a purpose. The purpose here is clarifying what you're saying.
So number one is, I just don't wanna. Number one is the one who's doing the talking about the purse. جنیفر کماکان به تناقض‌گویی ادامه میده و وقتی با چهره گیج و در هم رفته بازپرس روبرو میشه میفهمه حرفایی که قبلا زده رو حالا باید اصلاح کنه. طبق اظهارات قبلیش یکی از اون سه نفری که به خونشون حمله کرده هودی تنش بوده. You get a good look at number 2 now of what he's wearing. All I could tell was he had a vest and his face was like a long oval face. He had a vest? No, hoodie. Okay. Dark hoodie. Okay. And approximately how much money? I'm not sure how much she took out for our trip. But I can only estimate about a few hundred dollars. Few hundred, because at the time, the last time or you told me, you were pretty adamant about $1,100. So I'm curious to know how you came up with that number. بازپرس برای چندمین بار از تناقضای داستان جنی چشم‌پوشی میکنه و اونو برمیگردونه به روز حادثه، به لحظه‌ای که دزدا خونه رو ترک کردن و اون به نرده‌های طبقه بالا بسته شده بود. You're now bound to this to the railing. Can you show me? Can you stand up and turn around and tell me, just show on the camera how your hands are bound and how you are against the railing. You don't have to sit down. I just need to see how you were. Just telling you. But I want to see how you could physically get your phone out of your waistband. We're obviously going to need to know that. It's very important. So just stand up, focus in on how you did it. And I want you to stick that in your waistband as an example. موضوع اصلی که مطرحه در مورد لحظه‌ای که جنیفر با دست بسته گوشی رو از جیبش در میاره. بازپرس امیدواره یه چیز غیر منطقی تو حرکت بازوها ببینه. They tied my upper arm. Yes. Around the banister. Yes. But my hands were bound together. So your hands bound together and this is the arm that's the strings wrapped around against the banister? Mm-hmm. Okay. So now how can you get to the phone? And how do you make the phone call? چه شانسی بوده یا اینکه جنیفر از قبل برای این لحظه خودشو آماده کرده، این حرکتی که الان انجام داد کاملا منطقی بود. اگه بازوهاش به سمت چپ رفته بودن یا اینکه از زیر آرنج دستش به هم قفل شده بود، هیچ کدوم از این کارهایی که انجام داد امکان پذیر نبود. 911. And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. So that's exactly the way that you're talking to her against the railing. Okay, that's good enough. Sit down. از اینجا به بعد به مدت 2 ساعت و 20 دقیقه بازپرس وارد نقش تراپیست میشه و شروع میکنه به سوال پرسیدن در مورد کودکی و روابط خانوادگی. جنیفر حین تعریف کردن ماجراهای چند سال اخیر به موضوع مهمی اشاره میکنه. اون میگه وقتی پدر و مادرش همه چیز راجع به مدارک و کارنامه‌های تقلبیش فهمیدن، دو تا گزینه پیش روش گذاشتن. گزینه اول این بود که از دوست پسرش جدا شه و برگرده سر درس و مشقش، و گزینه دو این بود که هر کاری دلش میخواد بکنه اما باید خونه رو ترک کنه و دیگه از کمک مالی هم خبری نیست. بازپرس بعد از شنیدن این اظهارات جدید بلافاصله تراپی رو رها میکنه و با این سوال برمیگرده به روز حادثه و میره دوباره تو صحنه جرم. So you're telling me that you had no involvement in what happened, meaning not saying how the outcome came, but you had no involvement in any type of illegal activity that would have drawn you or the attention of you to have bad people come to your house looking for large sums of money. The question obviously stands, Jennifer, is you're upstairs and they're downstairs. No. Right? Why would they leave you alone? Why would they not do the same to you? You can't answer that question? That you may have had towards your parents for the interference in your relationship and your life and essentially locking you down in your house. At the end of the day, I love my parents and I chose to be with them. And if I wanted to, I could have just left, but I didn't. I wanted to stay with them and take care of them. So this wasn't some evil plot that you thought up to... Oh my God, no.
به گفته پزشکا، گلوله‌ای که تو صورت پدر جنی شلیک شده به راحتی قابل تخلیه و مداوا نیست. ضمناً یکی از استخونای گردنش هم شکسته. تو لحظه برگزاری این مصاحبه اتفاق نظر بر این بود که اگه حتی آقای هان به هوش بیاد، به خاطر آسیبای مغزی اظهاراتش به عنوان شاهد بی تاثیر و بی فایده است. So where we may rely on you heavily on until we can speak to your father. Okay? So you have nothing to fear. Absolutely nothing. Okay? پلیس از این نقطه به بعد جنیفر رو زیر نظر گرفت. اون حتی 3 روز بعد تو مراسم خاکسپاری مادرش هم تحت نظر بود. گزارشا نشون میده جنی تو اکثر مواقع سرد و بی‌احساس بود و فقط تو لحظات خاصی یه میزانی از غم و اندوه ساختگی رو از خودش نشون میداد. اون تمام مدت نگاهش به زمین بود و حتی یه قطره اشک هم نریخت. روز بعد پدرش بالاخره از کما اومد بیرون و به طرز معجزه‌آسایی همه اتفاقات شب حادثه رو به یاد آورد. بخشای مختلفی از داستانی که اون تعریف کرد با نسخه جنیفر در تضاد بود. مهمترین قسمتش این بود که اون میگفت دستای جنی اصلا بسته نشده بود و اون تمام مدت آزادانه تو خونه راه میرفته. ضمناً با دزدا طوری حرف میزده که انگار با هم دوستن. اما در هر صورت یه تیم دفاعی خبره میتونه تو دادگاه اظهارات پدر رو به خاطر آسیب مغزی رد کنه یا حتی کاملا از پرونده حذف کنه. پلیس منطقه میدونست که بهترین شانس ممکن برای جمع کردن این پرونده گرفتن اعتراف از مظنونه. بنابراین با تجربه ترین بازپرسش رو مأمور بازجویی دوباره از جنیفر کرد. 10 روز بعد از حادثه جنی دوباره به اتاق بازجویی برگشت و این بار اعتراف کرد که قرار بود دوست پسرش چند نفر رو استخدام کنه تا با صحنه سازی اون از خونهشون بیارن بیرون و اصلا قتل و باقی اتفاقات تو برنامه نبوده. 14 مارچ 2014 محاکمه جنی شروع شد. با اینکه فیلم دوربینای مداربسته کاملا نشون میداد که اون حدود ساعت 11 شب حادثه در خونه رو برای دوستای دزدش باز گذاشته، اما جنیفر همه اتهامات علیه خودش رو تو دادگاه رد کرد. مدرک بعدی که همه چیزو تغییر داد 116 تا پیامی بود که جنی و دوست پسرش تو 6 ساعت منتهی به قتل با هم رد و بدل کردن. اونا فکر میکردن استفاده از تلفن یه بار مصرف مانع از ردیابیشون میشه، اما اشتباه میکردن. تو اون پیاما حتی کوچیکترین جزئیات ماجرا هم مطرح شده بود و همین برای محکوم کردن جفتشون کافی بود. اون 3 تا دزدم بعد از تستای دی ان ای به پرونده مرتبط شدن و در نهایت به جرم مشارکت در قتل به حبس ابد محکوم شدن. جنیفر پان حالا 36 سالشه و در حال گذروندن دوران محکومیتش تو مؤسسه گرند ویل. اون نوامبر 2035 یعنی تو 48 سالگی برای اولین بار میتونه برای آزادی مشروط درخواست بده.